تو رو تبعیدش کرد پیغمبر، حالا تو برگشتی تو حکومت همه کار شدی دوباره، ماها شدیم هیچ کاره، شما شدیم همه کاره. بعد اونجا داره که خب بله تو حکومتی که کم کم جای اینا باشه دیگه جای سید شهدا نیست. همین مروان برای که بدونید چقدر نقش پیچیده ایفا کرد، چون بعد از قضیه کربلا مدتی بعد که یزید کشته شد توی یکی از این عیاشیاش از اسب افتاد و مرد، حدود 5 سال بعد از قضیه کربلا همین مروان شد خلیفه، یعنی کل حکومت رو، حکومت اسلام رو در دست گرفت، پسر طرد شده پیغمبر شد خلیفه و خودش و بنی مروان یعنی پسران اونا تا مدت‌ها کل جهان اسلام افتاد دست اینا، که جنایت هایی که باز اونا کردن که حسابش جداست، و سالها حکومت اسلامی دست اینا بود و ائتلاف های عجیب غریب از پله قدرت بالا رفتن ها، نفوذ کردن تو حکومت، همه چیزو در دست گرفتن. شما میبینید چطور صفا عوض میشه، جبهه ها عوض میشه. امام حسین سلام الله علیه به مروان فرمودن که شماها و کلی دستگاه آدمهای فاسق و بی تقوا رو وارد حاکمیت کردید و ما با چنین دستگاهی بیعت نخواهیم کرد و ولایت و خلافت حق ماست نه شما. بعد گفتن ها من فردا اونجا اعلام میکنم که ولایت و خلافت رو حق ما میدونیم، حق شماها میدونم، فردا من میگم، الان نمیگم. مروان اونجا به امام حسین نمیتونست بگه که تو بیدینی، تو ضد اسلامی، اینا، چون دیگه نمیگرفت این حرفا که آخه معاویه خیلی پیچیده بود، گفته بود یه چیزایی به حسین و حسن بگید که بچسبه تو تبلیغات و جنگ روانی که علیه اینا میکنی تو جامعه، یه چیزایی بگید که بچسبه، مخصوصا تو مدینه و عراق که اینا رو میشناسن، هر تهمتی به اینا نزنین، یه چیزی بگید که مردم به شک بیفتن. واقعا شایعات یعنی سازماندهی و مهندسی میشد. وقت اونجا مروان به امام حسین میگه چی میتونه بگه؟ چی میگه؟ تنها چیزی که میتونه بگه اینه، میگه شما داری فتنه میکنی، میخوای قانون شکنی بکنی و تفرقه بندازی در جهان اسلام با این بهانه. امام حسین سلام الله علیه میفرمان که دور شو و گم شو دشمن خدا. رسول خدا گفته بود هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید شکمش را پاره کنید، او را بکشید. و مردم این صحنه را دیدند، دیدن که معاویه از منبر پیامبر بالا رفت و اون کار رو نکردند، یعنی معاویه رو نکشتند. حال نوبت به شماها رسیده است که از منبر جدم بالا روید. فرمود از اولی که زاویه انحراف باز شد باید درگیر می‌شدن، نشدن هی توجیه کردن تا کار رسید بالا به تو و امثال تو و بعد به یزید. این عین عبارت سید الشهدا سلام الله علیه در مدینه قبل از که از مدینه به سمت مکه حرکت بکنند، عین همین حرف رو تو کوفه به مسلم ابن عقیل گفتن که شما میخواییم فتنه کنیم، درگیری و خونریزی اونا را بندازیم. یک تیپ دیگه کسی بود به نام احنف ابن قیس، او بحث تیپولوژی که داریم بحث میکنیم، یکیش احنف ابن قیس. احنف به دی آمدن گفتن آقا بریم به حسین ملحق شیم. احنف گفت ببین آقا ما این خانواده رو دیگه آزمودیم، این خانواده رو ما 30-40 سال آزمودیم، شد اینا سیاست بلد نیستن، اینا سلطنت، روش سلطنت نمیدونن، و الا قدرت که دستشون رسید نتونستن نگرش دارن. اشاره به اون که ابو سفیان گفت وقتی قدرت آمد دستتون مثل توپ به هم دیگه پاس بدید، ندارید از دستمون بره بیرون. گفت ببین بنی امیه چقدر زرنگه، قدرت تا سر نخ اومد دست تا ته نخ کشیدن، ولی اینا که حکومت دستشون بود خب نتونستن نگه دارن، اینا سیاست و سلطنت بلد نیستن، ولی ما سرنوشتمون رو با اینا نباید گره بزنیم. بنابراین از حسین فاصله بگیرید، با این که ما دشمنش هم نیستیم ولی با اینا را نیفتید، ما با ریسمان و حسین نمیتونیم بریم تو چاه، یا اصلا شاید دلش خواست بردا بره خودش کشته بشه. یه نمونه دیگه ابوبکر ابن عبدالرحمنه که وقتی که اینا از مدینه میخوان خارج بشن، یه عده خوب میامدن دلسوزی میکنن، این آدمای بدی هم نبودن ها، همشون دلسوز بودن. ایشون هم از سید الشهدا رو اینا هم دلسوزی میکردن، هم حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن، همچین بین وسط، هم میخواستن آدم های خوب باشن ولی در این حال متوسط باشن، همچین بی زحمت آدم خوب باشن. این امام سید الشهدا رو گفت آقا شما که این اهل عراق رو میشناسید، اینا برده دنیا هن، عدید و دنیا، اینا حزب باده، هوا باد به طرف تو بوزه بهت میگن بیا، باد علیه بوزه میرن اون طرف، شما که داره میشناسی با بابات چه کردن، با حسن چه کردن، چطور دوباره داری اعتماد میکنی راه میفتی بری طرف عراق؟ نرو. سید الشهدا فرمودن که اونجا دارن که خیلی خوب حرفشون، گفتن متشکرم،
خدا پاداش خیر بهت بده، تو سعی خودتو کردی، خدا بهت پاداش بده، ممنون، ولی هرچی خدا بخواهد حمل خواهد شد. به اینا رو می‌خواستن دست به سر کنن، نمی‌خواستن برن جلو، می‌فهمیدن این آدمای بدی نیستن، اما حاضر نیستن مایه بگذارن. گفت خیلی ممنون، متشکرم، سعی خودتو کردی و باشه، من فکر می‌کنم. یه نمونه دیگه محمد حنفی برادر ایشونه که حالا او البته مسئلهش از جهاتی باز فرق میکنه. محمد حنفی آمد به ایشان گفت آقا حالا که تو تصمیم گرفتی حرکت کنی و مخاطره بکنی، فکر میکنی الان وقت درگیریه، چرا میری عراق؟ برو مکه، اونجا بمان. سید الشهدا گفت اینا تو مکه حرمت مکه رو رعایت نمیکنن، من تو مکه هم میزنن. و همینطور هم شد، ایشون میدونید مکه که بودن دو بار خواستن در مکه ایشونو ترور کنن. و سید الشهدا گفت برای که من اگه اینجا بمانم خون منو میریزن، حرمت مکه پامال میشه، من از مکه باید برم بیرون، چون نمیخوام حرمت مکه با خون من پامال بشه، اینجا حرم امن الهی است. گفت خب اگه مکه نرفتی و اقل برو یمن، دور شو اون طرفا، یا هم اگه یمن هم نمیخوای بری بزن به کوه، مثلا پیشنهاد یه جور حرکت جنگ و گریز و مثلا کار پارتیزانی، برو تو کوه، از این کوه به اون کوه درگیر شو تا ببینیم چی میشه، خدا فرج برسونه. سید الشهدا فرمودن که برادر، به خدا اگر در تمام دنیا هیچ پناهگاهی برای من نمانه، حتی کوه ها رو برای من دیگه نگذارن، من باز هم با یزید بیعت نخواهم کرد. من نمیخوام یه جنگ هر شبت چریکی یوشکی مخفی و یه شورشی فراری من نیستم، من میخوام مشروعیت اینا رو ببرم زیر سوال، من میخوام اینا رو بشکنم، میخوام اینها علامت سوال بلکه علامت تعجب بذارم رو کل اینا، من اصلا نمیخوام مخفیانه عمل بکنم. که اونجا گریستن هر دو، بغل کردن اونها. بعد صدا شد به ایشون هم گفت خیلی ممنون، شما هم نصیحت کردی، مشورتتو دادی، ولی ما حرکت میکنیم. دوباره بهش گفت نرو، گفت برو جای مخفی شو. اما حسین گفت من اگه توی سوراخ مار برم تو بیابان مخفی شم، میان از تو سوراخ منو میکشن بیرون اینا، برای که اصلا وجود من مشروعیت اینا رو ببره زیر سوال. من اگر در تو سوراخ مار یا پشت صخره ها قایم بشم، اینا میان سراغ من. تو فکر نکن اگه اینجا بمونم هیچی نگم، اینا هم دست سر من برمی‌دارن. دوباره اصرار کرد محمد حنفی که نرو، خواهش میکنم. ایشون گفت خیلی خب، حالا راجع به پیشنهاد شما فکر میکنم. یعنی میخواست باز دست به سر کنه. فرمود سأنظر فی ما قلت یا اخی. بعدم وصیت‌نامه نوشت که حالا فعلا شما وصی من باش. وصیت‌نامه‌شو داد به محمد حنفی که توش نوشته بود شهادت داده بود به خدا و رسالت و قیامت که فردا تکفیرش نکنن اولا. بعد اونجا نوشت من برای ماجراجویی و افساد و ستم قیام نکردم. این یعنی جنبش کور قدرت طلبانه و مادی بر سر دنیا نیست. من برای اصلاح جامعه و حکومت اسلامی قیام کردم و برای مقاومت در برابر منکرات و برای نشر معروفات قیام کردم. یه مورد دیگه هم جابر بن عبدالله انصاری از اصحاب بزرگ پیامبر از انصار که انسان شریفی ایشان، جابر بهشون میگه خب چطور امام حسن با این در دوران امام حسن مصالحه کردی، خودتم که سکوت کردی در اون دوران، خب چه میشه تو هم همین کارو ادامه بدی همین روش رو؟ سید الشهدا میگن نه، شرایط عوض شده. این جواب سید الشهدا است به جابر. ببینید میگه قد فعل اخی ذلک به امر الله و رسوله، اون مصالحه رو برادر من به امر خدا و پیغمبر کرد، انا ایزن افعل به امر الله تعالی و رسوله، منم این جهاد رو به امر خدا و رسول میکنم. یعنی سید الشهدا به جابر گفت شرایط عوض شده، اون دوران وظیفه همون بود، الان وظیفه دیگری داریم و موارد دیگری که هست که اونجا فرمودن خلاصه ما مذاکره یواشکی و ساخت و پاخت با کسی نداریم، اصول ما روشنه. حتی وقتی می‌خواستن برن سمت مکه، مسلم بن عقیل گفت از بیراهه بریم، همونطور که عبدالله بن زبیر شبانه مخفیانه از بیراهه رفت مکه. سید الشهدا گفت نخیر، ما از همون راه اصلی، از همون شاهراه میریم. اصلا هدف من نیست یه ضربه بزنم و فرار کنم، هدف من اینه که این ضربه رو وسط معرکه وارد بکنم، ستون اینا رو بشکنم و خودمم کشته بشم. فرمود ما از این وسط میریم. و بعد آمد سر قبر پیامبر وداع کنه با پیامبر که اونجا داره، که گفت خدا یا این قبر پیامبر توست و من فرزند اویم و میدانی که چه وضعیتی پیش آوردن برای ما. بعد فرمود اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر، خدا یا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم. و بعد به زنان بنی هاشم، اونایی که نمیخواستن به خودشون ببرن، به اونها سید شده همشون گفت همه زنان بنی هاشم که قرار تو مدینه بمانن بیاید یه جلسه بخوام باشون داشته باشه، همه رو نشوندن. بهشون فرمودن که قیام ما با شیون و ناله و ذلت نمیشود، علنن و جلوی مردم حق ندارید گریه کنید. یعنی ما داریم میریم برای کشته شدن. فرمود مبادا جلب ترحم کنید، ما ترحم نمیخوایم. اگه گریه هم میکنید یواشکی تو خونه گریه کنید.
به این وضعیتی بود که